در این ویدیو قرار سفر کنیم به یک جزیره دورافتاده در اقیانوس هند، جایی که هنوز مردمانش از طریق چوب و تیر و کمان شکار میکنن. جزیره سنتینل شمالی در خلیج بنگال در اقیانوس هند یکی از دورافتاده ترین و منزوی ترین جزایر کره زمینه. در هندوستان حدود 1200 جزیره وجود داره. این جزیره ها به دلیل دارا بودن صخره‌های زیبا، سواحل مرجانی، کوه‌های آتشفشانی و طبیعت دیدنی، توریست‌های زیادی رو به خودش جذب می‌کنه. یکی از بهترین و زیباترین جزیره‌های هندوستان، جزیره سنتینل شمالیه. این جزیره کوچک در قسمت غربی بخش جنوبی جزیره آندامان، واقع در خلیج بنگال قرار داره. وسعت این جزیره حدود 28 مایل مربع و جمعیتش بین 50 تا 400 نفر تخمین زده میشه. مردمان این جزیره به شیوه عصر حجر زندگی میکنن و هیچ گونه ارتباط و تماسی با دنیای خارج از جزیره ندارن. زبانی که اونها با هم صحبت میکنن شباهتی به زبانهای ساکنین جزایر اطراف نداره و میشه گفت اونها جزء قدیمی ترین قبایلی هستن که تا به حال مشاهده شده. گفته میشه اهالی این جزیره شکارچیانی هستن که 60,000 سال پیش از آفریقا به این منطقه اومدن. از شیوه زندگی و رسم و رسوم ساکنینش اطلاعاتی در دسترس نیست. ادعایی مبنی بر آدمخوار بودن اهالی جزیره وجود داره. افرادی ادعا کردن که تونستن به این جزیره برن و بدون اینکه آسیبی به اونها برسه از این جزیره خارج بشن، ولی شواهدی برای تایید ادعای اونها وجود نداره. در سال 1386 یک زندانی فراری بریتانیایی از جزیره آندامان به طور تصادفی سر از سواحل جزیره سنتینل شمالی در میاره. چند روز بعد یک گروه تجسس جسد اون رو در ساحل پیدا کرد که با خنجرهایی در گلوش کشته شده بود. در سال 1974 گروه دیگری برای تحقیق به این جزیره سفر کردند که رهبر اونها با برخورد نیزه‌ای به ران پا به قتل رسید. افراد زیادی با حمایت دولت به این مکان سفر کردند، اما گفته شده که استقبال خوبی از اونها صورت نگرفته. آخرین تلاش محققان برای برقراری ارتباط در سال 2006 صورت گرفت که نتیجه خوبی نداشت. دو ماهیگیر که به طور قانونی در حال ماهیگیری در جزیره بودند، توسط ساکنین این جزیره کشته شدند. به دلیل عدم تمایل بومیان این منطقه به بیگانگان، آمار دقیقی از این جزیره و جمعیتش در دسترس نیست. اگرچه هند بر مرزهای این جزیره حکومت میکنه، اما هیچ توافقی بین اونها و بومیان این منطقه صورت نگرفته و این یعنی این جزیره یک جزیره خودمختاره. دولت هندوستان بارها تلاش کرده تا با مردم این جزیره ارتباط برقرار کنه، ولی با حساسیت و واکنش بیش از حد اونها روبرو شده. بنابراین دولت هندوستان اعلام کرد هیچ کس به منظور ماهیگیری و گردشگری حق نزدیک شدن بیش از 3 مایل به این جزیره رو نداره. چون ساکنین این جزیره تمایلی به خوشامدگویی به بیگانگان و توریست ها ندارن و اغلب کسایی که پا به این جزیره گذاشتن زندانی یا کشته شدن. دلیل دیگه‌ای که دولت هندوستان رفتن به این جزیره رو منع کرده اینه که بدن افراد این قبیله در برابر انواع بیماری ها به خصوص بیماری های عفونی و خطرناک ایمن نیست و ممکنه مردم اون به بیماری های خطرناکی دچار بشن. در سال 2004 این جزیره دچار زمین لرزه و سونامی شد. 3 روز بعد از این حادثه دولت هند تلاش کرد تا به ساکنین اون کمک کنه، ولی مورد اصابت سنگ و نیزه هایی قرار گرفت که ساکنین به طرف اونها پرتاب می کردن. بنابراین اطلاعات دقیقی از تعداد کشته شدگان در این حوادث وجود نداره. این سونامی باعث نابودی قایق ها و محل ماهیگیری ساکنین این جزیره شد. تا قبل از این زمین لرزه، مساحت جزیره سنتینل حدود 72 کیلومتر مربع و محیطی تقریبا مربع شکل بود، ولی بعد از وقوع زمین لرزه این جزیره به اندازه 1 تا 2 متر بالا اومد. نزدیک شدن هر گونه هواپیما، بالگرد یا چرخبال به این جزیره با پرتاب سنگ، نیزه و تیر و کمان مواجه میشه. کشتی هایی که با هدف یا به طور تصادفی به اون نزدیک میشن
همگی ناپدید میشن. ماهیگیرانی که حتی به صورت اتفاقی به این جزیره برخوردن، ناپدید یا کشته شدن. خلاصه این که نزدیک شدن به این جزیره خطرناک و دور از عقله. اما خب جزیره های مرگبار دیگه ای هم در کره زمین وجود داره که دلیل مرگبار بودنش انسان ها نیست، مثل جزیره مارها در برزیل. اگه دوست دارین درباره این جزیره بیشتر بدونین، لینک ویدیوش رو این بالا براتون میذارم، از دستش ندین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نکنین و تا ویدیوی بعدی، بدرود.